به نام خدا سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه بچه ها ما تو این بخش از آموزش میخوایم در رابطه با ساختار تصمیم سویچ صحبت بکنیم که میشه آخرین بخش آموزش از فصل دوم بچه ها ما ساختارهای تصمیمی مثل if if else if if و الس if رو تا اینجا با هم دیگه کار کردیم و مثال هایی رو هم با هم دیگه به نوعی حل کردیم تا جایی که به نوعی امکانش بود ما تمام مباحث مربوط به این ساختارهای تصمیم رو هم خدمتتون عرض کردم هرچند میدونم که این مباحث مباحث ابتدایی بودن که نیاز هست مباحث پیشرفته تر و گسترده تری رو انشاءالله در طول آموزش ها بعد از گفتن مباحث پیشرفته تر انشاءالله بیان بکنیم ما یک ساختار تصمیم دیگه ای بچه داریم به نام ساختار تصمیم سویچ که این ساختار تصمیم سویچ چه مزیت هایی داره چه قابلیت هایی داره چه کمکی به برنامه نویس میکنه و اینکه چطوری میشه ازش استفاده کرد رو من تو این قسمت از آموزش برای شما توضیح خواهم داد بچه ها ما میخوایم یک مثالی رو با هم دیگه کار بکنیم و به واسطه این مثال بیایم و مباحث مربوط به ساختار تصمیم سویچ رو هم خدمتتون عرض بکنیم بچه ها من میخوام مثالی رو که در قسمت قبلی هم بهش اشاره کردیم رو اینجا به واسطه دستورات مربوط به ساختار تصمیم سویچ با هم دیگه کار بکنیم اینجا میخوایم ببینیم که چه تفاوت وجود داره نوشتن اون برنامه با ساختار else if و با ساختار به نوعی سویچ ما یک برنامه ای نوشته بودیم که یک کاراکتر از کاربر دریافت کرد و اگر مثلا کار... کاراکتری که از کاربر دریافت شد آر بود به ما میگفت که مثلا رد یا رد رو در خروجی برای ما نمایش میداد اگر برابر با جی بود مثلا گرین رو و اگر بی بود بلو رو در خروجی برای ما نمایش میداد ما میخوایم اینجا به واسطه نوشتن ساختار تصمیم سویچ همون برنامه رو بنویسیم بچه ها ابتداعا بذارید من کلن ساختار کلی سویش رو خدمت شما عرض بکنم و بعد بریم با هم دیگه این مثال رو حل بکنیم بچه ها ما برای استفاده از ساختار تصمیم سویش باید اسمش رو بنویسیم اینجوری نگاه بکنید این میشه سویچ جلوی سویچ ما از یک پرانتز باز و بسته استفاده میکنیم که درون این پرانتز چه چیزی قرار میگیره من الان خدمت شما عرض میکنم بعد از پرانتز بسته ما از براکت های باز و بسته هم استفاده میکنیم یا بریس باز و بسته خب بچه ما در ساختار تصمیم if your else if your if if یا سایر ساختارهای تصمیمی که با ایف نوشته میشد وقتی میخواستیم مثلا مقدار یک متغیر رو مورد بررسی قرار بدیم نیاز بود که اون مقدار متغیر رو یا اون متغیر رو به نوعی مکررن هی بیایم تکرار بکنیم و این تکرار یک متغیر در دستورات باعث حجیم شدن دستورات برنامه نویسی شد. به نوعی باعث می شد که ما خانای برنامه من به واسطه نوشته شدن دستوراتی که به واسطه ایف الس نوشته می شد بیاد پایین اما خب مزیت های استفاده کردن از ساختار تصمیم سویچ یکیش اینه که خانای برنامه رو برای ما بالاتر می بره. این یه موضوع موضوع مهمتر اینه که تعداد کدهایی رو که ما می نویسیم کمتره این دومین موضوع و سومین موضوع این هست که ما ساختار مشخصی داریم یعنی اینکه ما دستوراتمون رو طبق یک روال مشخص می نویسیم گیج کننده نیست ما اگر قرار بود مثلا از ایف و الس های بسیار زیادی در برنامه نویسیمون استفاده بکنیم قاعدتا یه جای گیج می شدیم و السهایی های مثلا مربوط به هر ایف رو دیگه نمیتونستیم تشخیص بدیم یا به سختی میشد این اتفاق بیفته اما در ساختار تصمیم سویچ ما میتونیم همه اینها رو به صورت مرتب شده و خیلی شکیلتر و زیباتر داشته باشیم و به نوعی میشه گفت سویچ کارایی و سرعت برنامه ما رو هم بالاتر میبره خانایش هم خیلی مهم هست برای یک برنامه نیست که به استفاده از به نوعی ساختار تصمیم سویچ در خانای برنامه بسیار بسیار قائز اهمیته خیلی خوب من ساختار سویچ رو نوشتم ابتدا هم بیام یک متغیری تعریف بکنم چرا از این ما میخوایم کاراکتر دریافت بکنیم سی رو از نوع کاراکتر تعریف میکنم سی این میکنم این کاراکتر رو اینجا ببینید بچه وقتی ما میخواستیم در دستورات مربوط به ساختار تصمیم مثل ایف بیایم یک شرطی رو بررسی بکنیم مثلا ما مینوشتیم ایف اگر مثلا سی اچ ما برابر بود با چی؟ مثلا با یک کاراکتری مثل آر درسته؟ می اومدیم و می گفتیم مثلا یک دستوری رو اینجا اجرا بکنه که مثلا این دستور رو شما این رو در نظر بگیرید بعد می اومدیم یک else ایف قرار میدادیم حالا else if رو من اینجا بنویسم else if و باز می اومدیم اون کاراکتر رو دوباره مورد بررسی قرار میدادیم میگفتیم گفتیم مثلا برابر باشه با B مثلا اگر برابر بود با این مثلا بیاد یک دستور دیگه ای رو اجرا بکنه به همین منوال می اومد و تا به انتها می رسید اما بچه نوشتن یک برنامه ساده مثل این که فقط سه تا ایف و الس داشت یا الس ایف داشت خب زیاد کار سختی نیست و ما رو گیج نمیکنه اما فکر بکنید برای بررسی مثلا کاراکترهای بیشتری باید ما از الس ایف استفاده می کردیم قاعدتا هم خسته کننده بود هم خانای برنامه ما پایین تر می اومد همی که ما رو گیج می کرد و نمیتونستیم به درستی بیایم و به نوعی ساختار تصمیم الست رو به نوعی مشخص بکنیم و ممکن بود در طول برنامهمون و حتی در اجرای برنامهمون با مشکلات بسیار زیادی مواجه بشیم هرچند اگر کسایی که به نوعی دقتشون بالا باشه میتونن هم از همین ساختار تصمیم هم استفاده بکنن اما استاندارد اصلی استفاده از ساختارهای تصمیم تا حتی امکان استفاده است ساختار تصمیم سویچ هست در مواقعی که دستورات شرطی شما بسیار زیاده خب بریم اینا رو من پاک بکنم بچه ها. اما ببین بچه ها. من اینجا جولی سویچ یک پرانتز باز و بسته میبینم درسته و شما هم همین رو میبینید اینجا ما میخواییم این سویچ وصل بشه به یک متغیری این متغیر چه متغیریه ما این متغیر رو سی در نظر میگیریم چرا؟ چون قرار هست سویچ ما وصل بشه به یک متغیر یعنی این سویچ شده به یک متغیر به مقدار یک متغیر مثل این میمونه که مثلا این سویچه هی مدام بررسی میکنه مقدار متغیر رو ببینه که اون مقدار متغیر چیه و وقتی اون مقدار متغیر رو یک بار دریافت میکنه میتونه اعمال مشخصی رو روی اون متغیر هم انجام بده یا دستورات مربوط به اون قسمت رو هم انجام بده اما بچه ها بعد از اینکه ما براکت های باز و بسته رو قرار دادیم چیزی داریم به نام کیس یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر مثلا مقدار متغیر ما برابر بود با آر از نقل قول استفاده می کنیم جلوی نقل قول میایم و دستورمون رو می نویسیم بچه ها سی اوت کنه مثلا چه چیزی رو بیاد رد رو در خروجی برای من نمایش بده خیلی خوب ببین بچه ها من یک بار دیگه این رو توضیح میدم این خط کد رو برای شما توضیح میدم خوب توجه بکنید که براتون جا بیفته اگر متوجه نشدید سعی بکنید فیلم رو دوباره ریپلی بکنید و این مباحث رو حتما یاد بگیرید بچه ها. ما اومدیم سویچ کردیم روی چه چیزی؟ روی متغیری که قرار هست یک مقداری از طرف کاربر رو درونش قرار بدیم خیلی خوب الان این سویچه روی این متغیر است درسته؟ ما گفتیم جلوی سویچ اون متغیر رو قرار میدیم خیلی خوب اومدیم گفتیم ما میگیم که به واسطه کیس میخوایم بگیم که اگر مثلا مقدار متغیر ما برابر بود با آر یعنی کاراکتر آر بود یه نقل قول قرار میدیم میگیم بیا این دستور رو انجام بده یک سیمی در انتهای دستورمون قرار میدیم بچه کیس رو نوشتیم یک اسپیس اون مقداری که ما نیاز داریم بررسی بشه رو میذاریم یک نقل قول و بعد از نقل قول میایم چیکار میکنیم میایم دستوراتی رو که میخوایم اجرا بشن رو میذاریم ممکنه یک دستور باشه ممکنه بیش از یک دستور باشه شما از ایف 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 ها و ایف الس یا الس ایف ها هم میتونید اینجا به نوعی استفاده بکنید و ازشون به نوعی در برنامه نویسی هاتون استفاده بکنید اما چیزی که اینجا خیلی حائز اهمیت هست بچه ها. نوشتن یک چیزیه که من در انتها به شما خواهم گفت خب بعد از این بچه ها. این دستور دیگه تموم شد میگیم کیس ممکنه مقدارش برابر با آر نباشه برابر با چه چیزی باشه ممکنه برابر با مثلا بی باشه خب باز هم یک نقل قول رو قرار میدیم این بار هم سی اوت میکنیم چه چیزی رو؟ بلو رو در پایان سی میکنم خیلی خوب ما یک چیز دیگه هم داشتیم که قرار بود اگه برابر با جی بود گرین رو در خروجی برای ما نمایش بده کیس رو من بنویسم دوباره کیس جی نقل قول رو هم قرار بدم سی اوت کن چه چیزی گرین رو بچه حتما از دابل کوتیشن استفاده بکنید که در برنامهتون به اروری برخورد نکنید خیلی خوب من سیمیکالون رو قرار دادم بچه ببینید اینجا این کیسی که ما نوشتیم میگه که مثلا اگر کاراکتر ما این کاراکتری که درون این متغیر قرار میگیره و سویچ شده بهش برابر بود با آر خب یه نقلی قول گذاشته بیا این دستور رو اجرا بکن خب در غیر این صورت اینا میشن دیگه در غیر این صورت مثلا در غیر این صورت مثلا هرچند الان ما اگر اون تک کدی که مد نظر من هست و, با و باید برای شما توضیح بدم رو اینجا ننویسیم این دستورات همه با هم اجرا میشن اما این رو شما در غیر این صورت در نظر بگیرین که اگر من بیام مثلا اون تک کد رو اینجا بنویسم دیگه مثلا این دستور ممکنه اجرا نشه بیاد و دستور بعدی اجرا بشه ممکن دستور اجرا نشه و دستور آخر اجرا بشه بعد شما یک الس داشتیم میگفتیم در صورتی که هیچ کدوم از دستورات ما درست نباشند و برقرار نباشن ما باید از یک السی در انتها استفاده بکنیم که برنامهمون هم خانایی بالاتری داشته باشه هم جامعه تر و کامل تر باشه ما در برنامه نویسی هنگامی که از سویچ استفاده میکنیم به جای استفاده از else از چه چیزی استفاده میکنیم از دیفالت استفاده میکنیم دیفالت میگیم که در غیر این صورت مثلا چه اتفاقی بیفته مثلا بیاد و سی اوت بشه مثلا ارور سی اوت بشه چه چیزی ارور رو بزرگ بنویسیم بچه ها قشنگ باشه ارور خب البته بعد من اینجا باید نقل قول رو قرار بدم بعدم با ارور مواجه نشیم حتما حواستون باشه بچه این نقل قول ها رو حتما قرار بدین که اگر خدای نکردین نقل قول ها رو قرار ندین در اجرای برنامه با مشکل مواجه میشید اما بچه ها برنامه ما اینجا یه مشکلی داره این چی؟ یعنی اینکه ما یه چیزی رو اینجا جا انداختیم و اون خیلی مهمه چرا مهمه؟ به این دلیل بچه ها اینجا خب مثلا اگر کاراکتر برابر بود مثلا با آر خب باید این دستور اجرا بشه درسته؟ میشه رد درسته؟ دیگه از اینجا به بعد دیگه نباید این دستورات اجرا بشن اگر کاراکتر ما برابر بود با آر خب یا مثلا اگه برابر بود با B خب نباید دستورات بعدی اجرا بشن درسته؟ ما یه چیزی داریم به نام بریک بچه ها بزرگ نوشته هم بریک خیلی مسخر است بیشتر وقت ما اینجا مشکل برامون پیش میاد خیلی خوب بگذاریم بچه نگاه کنید من گفتم اگر کاراکتر من برابر شد با آر خب یه چیکار بکن بیا سی کن رد رو و دیگه دستورات بعدی رو به واسطه بریک دیگه اجرا نکن بیا بیرون از در دل... از سویش دیگه نیاز نیست این دستورات دیده بشن اما نه ممکن این شرط برقرار نباشه خب ما باید چیکار بکنیم باید بیایم این دستور رو به نوعی بررسی بکنیم و این شرایط رو بررسی بکنیم خب اینجا هم ما از یک بریک استفاده میکنیم سیمیکالان برای بعدی هم همینطور بریک رو قرار میدیم در انتها دیگه اگر این ستا برقرار نباشن قاعدتا دیفالت اجرا میشه که دیفالت دیگه بریک در انتهای خودش نیاز نداره بچه ما بعضا برنامه هایی داریم که نیاز نیست از بریک استفاده بشه و اون بریک رو ما در انتها استفاده میکنیم در آخر مثلا یک کیس استفاده میکنیم کیس آخری مثلا استفاده میکنیم انشاءالله تو همین آموزش و تو همین قسمت مثالی حل میکنیم که این برای شما به صورت کامل جا بیفته برنامه رو ذخیره بکنیم بچه بریم اجرا بگیریم خب خدا رو شکر برنامه با خطایی مواجه نشد من اول بی رو بزنم ببین بچه ها بی رو من در کاراکتر قرار دادم بلو رو در خروجی برای من نمایش داد آر رو قرار میدم رد و بیام اینجا مثلا گرین رو قرار جی رو قرار بدم گرین رو در خروجی برای من نمایش میده. اما بچه ها بذارید من یک بار بیام و این بریک ها رو بردارم ببینم این بریک ها رو بردارم چه اتفاقی قراره بیفته دوباره اجرا میکنم ببین بچه مثلا من میخوام رد رو اینجا قرار بدم ببینید رد بلو گرین و ارور هر سه, هر سه چارتای دستورات با همدیگه اجرا شدن اینجا چیزی جلوی اجرای دستورات بعدی رو به نوعی نگرفت و به همین خاطر باعث شد که تمام دستورات با همدیگه اجرا بشن اگر من چیزی غیر از این سه کاراکتر وارد بکنم مثل وی بی میبینید فقط ارور رو برای من در خروجی نمایش میده اما اگر بر فرض مثال من بی رو بذارم نگاه بکنید بچه ها من بی رو میذارم بلو گرین و ارور رو برای من در خروجی نمایش داد یعنی از جایی که قرار هست دستور درست باشه و شرط برقرار باشه به بعد رو اگر ما از بریک استفاده نکنیم برای ما اجرا میکنه من بریک ها رو برگردونم امیدوارم که تا اینجای مسئله رو خوب یاد گرفته باشین خیلی خوب بچه اگر به ساختار سویش نگاه بکنید میبینید خیلی قشنگتر، شکیلتر، زیباتر و خاناتر هستند نسبت به ساختارهای تصمیم دیگه که تا الان باهاشون کار کردیم هرچند بچه استفاده از ساختارهای تصمیم ایف یا مثلا ایف ایلس ایلس ایف بسیار بسیار متداول و بسیار بسیار زیاد استفاده میشه اما استفاده کردن از ساختار تصمیم سویچ کار ما رو بسیار ساده تر میکنه و خیلی راحت تر خیلی خوب بچه ها میخوایم یک برنامه بنویسیم که تو این برنامه ما قسمتی که خدمت شما عرض کردم نیاز هست مثلا ما از بریک استفاده نکنیم رو اینجا با یک مثال برای شما به نوعی کار بکنم و به شما بگم که چه مواقعی نیاز هست که ما از بریک استفاده نکنیم یعنی دستمون بازه و نیازه به نوعی که از بریک استفاده نکنیم خب میخوایم یک برنامه بنویسیم بچه ها که یک کاراکتر رو از ورودی دریافت بکنه و اگر اون کاراکتر جز حروف صدادار انگلیسی بود به ما مثلا بگه اوکی این کاراکتری که شما وارد کردین جز حروف مثلا صدادار هست در زبان انگلیسی به همین خاطر ما ابتدا یک کاراکتر تعریف میکنیم CH درست نوشتیم درست سی CH سی بعد سویچ رو می نویسیم بچه ها سویچ رو بنویسیم سعی بکنید بچه ها این سویچ رو بعضا بچه من دیدم سر کلاس و به نوعی حتی کلاس های حضوری که داشتم این سویچ رو خیلی وقتا اشتباه نوشتن حواستشون نبوده مثلا جای تی و آی رو با هم دیگه برعکس نوشتن جا, به جا نوشتن و برنامهشون با ارورهای بسیار زیادی مواجه شده برنامه ساختار کلیش درست بوده ولی از نظر سینتکسی مشکل داشته و خیلی وقتشون رو گرفته سعی بکنید زیاد بنویسین ساختارها رو به ویژه سویچ رو تا کاملا براتون جا بیافته بچه من کیس رو بنویسم بعد میگم اگر مثلا از اون کاراکتری که از طرف کاربر دریافت میشه ای بود خب ما ای اگر اشتباه نکنم ای آی ای او و یو پنج حرفی هستن که در زبان انگلیسی به نام حرف حروف صدادار شناخته میشن ای رو بنویسیم ای رو نوشتیم نقل قول بعد از اون کیس بعدی رو هم بنویسیم کیس چی باشه بچه ها چرا اینطوریه خیلی مسخره است بعد آی رو هم بنویسیم نقل قول کیس بعدی ای آی e و کیس بعدی او و در انتها کیس و اینجا یو رو هم بنویسیم و در آخر بگیم که مثلا سی اوت بشه چه چیزی؟ اصلا بنویسیم اوکی خوبه؟ اوکی بنویسیم اوکی در پایان سیمی کالن بچه من دیفالت رو هم بنویسم البته نگاه بکنید بچه ها. اینجا ما یک بریکی هم نیاز داریم که دستور بعدیمون دیگه اجرا نشه دیگه ممکنه دستور بعدی هم اجرا بشه دیفالت رو بنویسیم دیفالت رو هم نوشتیم این نقل قول رو هم قرار بدیم و در غیر این صورت سی اوت کنه چی و مثلا بگه نو مثلا صدادار نیست من یه توضیح کلی بدم و بریم برنامه رو اجرا بکنیم بچه ها ببینید من اینجا اومدم گفتم که سویچ بشه روی اون متغیر از نوع کاراکترمون که اسمش سیهچه قرار هست اگر مثلا برابر با ای یا آی یا ای یا او و در انتها یا یو باشه به ما بگه, بگه که حرفی که شما وارد کردین جز حروف صدادار زبان انگلیسیه اما چطور این اتفاق میفته بچه یادتونه تو قسمت قبلی همین چند لحظه پیش داشتیم در موردش صحبت میکردیم میگفتیم وقتی ما از بریک جلوی هر دستور استفاده نکنیم تمام دستورات بعدی هم اجرا میشن خب ما اینجا دیگه نیازی نداریم از بریک استفاده بکنیم چرا به این دلیل که میخوایم اگر یکی از این حرف ها بود این اوکی برای ما در انتها چاپ بشه این دستوری که در انتها برای ما اگر اون کاراکتری که وارد میشه جزی از این پنج تا باشه برای ما در خروجی نمایش داده میشه خیلی خوب بذارید من اجرا بگیرم اول من یک چیزی وارد بکنم مثل, مثل مثلا ای یه بزرگ نوشتیم یه کوچیک بنویسیم ببین به ما میگه که اوکی شما اون حرفی رو که وارد کردین جز حروف صدادار زبان انگلیسی هست اگر من هر حرف دیگه که جز این پنج تا باشه رو وارد بکنم مثلا یو میبینید باز هم اینجا برای من اون کار رو انجام میده بچه ما به واسطه این دستورات رو این دستوراتی که اینجوری نوشتیم اومدیم مثلا اینها رو با هم دیگه اور کردیم اور منطقی یادتون هست در مورد اور منطقی که صحبت میکردیم میگفتیم که اگر حتی یکی از مثلا طرف ها یک باشه نتیجه یک میشه یا مثلا حاصل ترو میشه اگر مثلا یه فالزی ترو باشه یا مثلا ترو ترو باشن به نوعی حاصل ترو میشه اینجا ببین اگر کاراکتری که از طرف کاربر وارد میشه که در اون CH قرار میگیره به نوعی با هر یک از این مثلا کاراکترها برابر باشه یا با A یا با آی یا با ای یا با او و یا با یو به نوعی برابر باشه در خروجی اوکی رو برای ما نمایش میده و این بریک رو ما نیاز داشتیم به این دلیل که ممکن بود اگر مثلا کاربر یکی از این کاراکترها رو وارد بکنه بیاد و این دیفالته هم در خروجی برای ما نمایش داده بشه خب برنامه ما دیگه به چه دردی میخورد در حالی که فقط زمانی اوکی رو برای ما نمایش بده که این کاراکتری که از طرف کاربر وارد میشه با یکی از این کاراکترها برابر باشه این نوع نباید زمانی که برابری برابری کاراکتر وارد شده از کاربر با یکی از ها اسپات بشه به نوعی در خروجی نمایش داده بشه خیلی خب اینم در رابطه با این مثال یک یعنی نکته دیگه ارز بکنم بچه ها شاید خیلی از شما براتون سوال باشه که مثلا اینجا ما در رابطه با کاراکتر صحبت کردیم آیا سویچ مختص به کاراکتر تنهاست نه عزیز دلم چیزی که هست اینه که ممکنه شما یک متغیر دیگه داشته باشین مثلا از نوع اینت که اینجا اون متغیر رو قرار بدین این کیس هایی که اینجا می نویسید دیگه اینجوری نوشته نمیشن بچه مثلا اگر من یک متغیری تعریف بکنم از نوع اینت مثلا قرار باشه از صفر تا شیش رو برای شما بررسی بکنه مثل همون مثالی که اگر یادتون باشه در جلسه قبلی در رابطه با نمایش روزهای هفته بود اینجا دیگه اونها رو مثلا بین سینگل کوتیشن ها نمی نویسیم همینجوری یک می نویسیم مثلا دیگه یک دیگه ریاضیه دیگه خب باید عدد ریاضی رو اینجوری نوشت یا مثلا اگر از نوع بولین بود ما ترو استفاده می کردیم متوجه این اینجا ما متداول ترین مثال رو خدمت شما عرض کردیم که شما با ساختار سویچ آشنا بشین و بدون که چطوری استفاده میشه هرچند بازم دارم خدمت شما این رو خیلی زیاد دارم تکرار میکنم که انشالله در طول آموزش زبان برنامه نویسی ما مثال هایی بسیار زیادی حل میکنیم و این مسائل به صورت بسیار کاملتر و جامعه تری در شما جا خواهند افتاد خیلی خوب برنامه این دیگه ای که ما میخوایم با هم دیگه بنویسیم بچه و آخرین برنامه از این قسمت و از این بخش هست به نوعی ما میخوایم یک برنامه بنویسیم که یک کاراکتر رو از کاربر دریافت بکنه اگر اون کاراکتر مثلا کاراکتری بود مثل ضرب دو تا متغیر رو در هم ضرب بکنه مقدار متغیرها رو اگر تقسیم بود تقسیم بکنه اگر منها بود منها بکنه اگه جمع بود جمع بکنه و به نوعی میخوایم به واسطه یک کاراکتر که مثلا اگر برابر بود با یک عملگری به نوعی بیا دو تا عملون رو با هم دیگه عملیات ریاضی روشون انجام بده خیلی خب بریم برنامه رو بنویسیم بچه ها من یک سورس فایل دیگه بنویسم اینا رو همینجا من خیلی سریعتر بردارم کپی بکنم یه سرقت انجام دادیم ولی خب اسکال نداره اصلا شما این کارو نکنید خیلی خب من سین نباید پاک میکردم سین رو دوباره بنویسم سی در پایان سیمی کالان سویچ رو هم بنویسیم من چرا سویچ رو پاک کردم آخه ولی خوب شد سی باکت های باز و بسته دو تا متغیر از نوع این هم با نام های A و B تعریف میکنیم بچه ها بذارید من بیام این متغیرها رو بیارم این بالا تعریف بکنم خیلی خوب بعد بیام بگم که چیکار بکنیم خب اینا رو با دریافت بکنیم اینجا درسته سین میکنیم درست بود دیگه سین میکنیم A و B رو در آخر هم سیمی کالون رو قرار میدیم بعد میگیم که کیس مثلا اگر کاراکتری که از طرف کاربر به نوعی دریافت میشه مثلا به علاوه بود نگاه کن بچه ها چقدر میشه کاری زیادی انجام داد چیزی که هست بچه ها اینه که ما میخوایم ماشین حساب خیلی ساده بنویسیم ماشین حساب اینا به این چشم میشه بهش نگاه کرد خب واقعا یک ماشین حساب ساده است بگیم سی اوت بکن چی ها سی اوت بکن A به علاوه بی رو که میشه مقدارش رو در خروجی به ما نمایش میده اما چیزی که از بچه و حواستون باشه میشه مثلا ما از یک متغیر دیگه برای ذخیره کردن حاصل این دوتا عملوند که با هم دیگه جمع میشن استفاده بکنیم ولی خب من خواستم خیلی سریعتر این کار رو انجام بدم اومدم و یکم مختصر نویسی انجام دادم منها رو داریم مثلا بیاد چه اتفاقی بیفته بیاد سی اوت بشه مثلا A به علاوه A من های B دیگه درسته خیلی قشنگتر تر می شد بچه شما مثلا می بودین. کاری میکردین که مثلا اعداد منفی وارد نشه از یک سری دستورات شرطی استفاده می کرد اگه بتون خودتون کار رو انجام بدین خیلی بهتره و یه نکته دیگه هم که خدمت شما عرض بکنم اینه که بچه این برنامه رو با ایف الس هم خیلی راحت میشه نوشت اما ما اینجا خیلی قانونمندتر و شکلتر و خاناتر داریم اون برنامه رو مینویسیم خودتون برای خودتون اگه دوست داشتین برای اینکه این مسئله براتون جا بیفته یا نه به عنوان یک مثال به عنوان یک حل تمرین در منزل میتونید بهش نگاه بکنید بیاین و یک ماشین حساب بنویسید همین چیزی که من اینجا دارم برای شما نویسم اون رو با if else بنویسید یا مثلا با ساختارهای تصمیم دیگه که بهتون آموزش دادم بنویسید ببینید آیا همین کاری که اینجا داره انجام میده و این برنامه که اینجوری اجرا میشه اونجا هم اجرا میشه یا نه قاعدتا همین طور خواهد بود من ضرب رو هم بنویسم بعد نقل قول سی اوت بکنیم چه چیزی رو مثلا ای ضرب در بی سیمیکالان بریک رو هم قرار میدیم اینجا بچه ها فاصله نداشتم یه لحظه احساس کردم دستوری چیزی رو کم گذاشتم نه خدا شکرم درست نوشتیم جمع و تفریق و ضرب و تقسیم رو هم بنویسیم و چهار عمل ریاضی رو با هم دیگه توی برنامه ساده داشته باشیم ای تقسیم بره سیمی کالان این هم بریک سمی در انتها دیفالت رو هم بنویسیم و بگیم که مثلا ممکنه کاربر شیطونی بکنه و چیز دیگه ای وارد بکنه ما نمیخوام کار دیگه انجام بده سی اوت بکنه چی و رو اینم در پایان یک فاصله ای هم اینجا بذاریم و برنامه رو ذخیرش بکنیم تمرین 15 هممون شه چقدر تمرین نوشتیم برای این فصل ولی خوبه خدا رو شکر بچه بریم برنامه رو اجرا بگیریم ببین کار میکنه یا نه آها آه چقدر اشتباه مسخری من اینجا داشتم این ای فکر کنم شما زودتر از من به این نتیجه رسیدین ولی خب ما متوجه شدیم خیلی مسخره بود ولی خب خودش شد. متوجه شدیم خیلی خب بچه من اول چهار وارد میکنم پنج وارد میکنم و کاراکتر مثلا به علاوه رو میخوام با هم دیگه امتحان بکنیم مثلا من به علاوه رو وارد بکنم به نظرتون در خروجی چند باید به من نمایش بده خب نخ رو باید در خروجی برای من نمایش بده درست داره کار میکنه خود رو شو برنامه قشنگ نوشتیم بریم کارکتری بعدی رو هم امتحان بکنیم من چهار پنج ضرب رو امتحان میکنم شد بیستا ها برنامه بسیار خوبیه بین بچه ها بخ... چقدر ساده میشه برنامه قشنگی رو نوشت هرچند ما برای نوشتن یه ماشین حساب باید به نوعی دستور بسیار زیاد بیشتری رو بنویسیم خب شرایط بیشتری باید مد نظر قرار بگیرن و تفریق رو هم من امتحان بکنم یه پنج یه چهار منها خیلی خب برنامه داره درست کار میکنه خیلی خب بچه اینم از آخرین بخش از فصل دوم آموزش رایگان زبان برنامه سی سی پلاس پلاس باز هم ازتون از خواهش میکنم بچه ها سوالی دارین پیشنهادی دارین انتقادی دارین حتما از طریق پلهای ارتباطی حتما با من در ارتباط باشین اگر نیاز دارین به فایل های تمرین میتونید به آیدی اینستاگرام من یا آیدی اینستاگرامی که تازه برای همین آموزش ها به نوعی ساختیم به نام کلینگرام در اینستاگرام هست مراجعه بکنید اونجا در دایرکت به من پیام بدید حتما اون صفحه رو فالو بکنید که بتونید به واسطه اون صفحه انشاءالله از به این آموزش های رایگانی که من در اون صفحه هم آپلود خواهم کرد اطلاع داشته باشید و به نوعی با خبر بشید امیدوارم این فصل رو هم تا جایی که امکانش بود تونسته باشم به شما مباحثش رو انتقال بدم به امید دیدار خدایا رو نگه دارتون